د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپښین د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ پرانستله. جمهور رئیس د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د هیواد د دفاع ملي بنسټ وباله او وی ویل ای تعمیر تعمیر نیست، یک نهاد ملی است که در او نسل های آینده افغانستان با قهرمانی میراث هزارها ساله را که در خون ماست و دفاع از وطن در خون ماست و در سرشت ماست تامین خواهد کرد. په دغه مراسمو کې چې د ملي دفاع وزارت د نوې ودانۍ په تالار کې ترسره سول، جمهور رئیس ملي اردو د ملي والی سمبول وبلله. ایمو اردو ایموږ د ملي وحدت سمبول دی. ټوله اردو کې یو نفر نه ده چې په زور راغلی، ټول رضاکار دي او له هر ګوټ افغانستان نه راغلی دي او هر گرد افغانستان که دا با افتخار بیرق نه دفاع کی. جمهور رئیس د شهیدانو کورنیو ته ډاډ ورکړ او وی ویل هیڅ څوک به تاسو شهیدان نه ایری او د یتیم کلمه به تاسو په ماشومانو باندې نه تطبیقیږي. همیشه او همیشه به د ملي وحدت حکومت خپل وعده باندې دریږي او تاسته به د تعلیم او د برخه اخیستلو لارې برابرې. د هیواد جمهور رئیس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خلکو د استازو د مدني بنسټونو او رسنیو ملاتړ حتمی او د ټولو ملي وجبه وبلله. جمهور رئیس په ټینګار سره د هیواد له ټولو اقشارو غوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. از تمام اقشار افغانستان، علمای کرام افغانستان، نماینده های محترم مردم، نهادهای جامعه مدنی، تمام خواهرها و برادرها، بازم تقاضا میکنم که به حیث یک صف واحد از قوای امنیتی و دفاعی ما دفاع کنیم. وقتی که بدانن که تمام ملت با احترام کامل سر از اینا اعتماد دارن و ناموس ملی خود را مطمئن میدانیم، چون فرزندای قهرمان ما اینا موسی و ای بیرق بزرگ ما را همیشه از پیش دفاع خواهد کرد. محمد اشرف غنی همدارنگا د عملیاتو په حق له د اجازه نه ورکولو په اړه اوازی له حقیقت لری وبللی او زیات کړه تصامیم در قسمت عملیات ها از هیچ شخص نیز از نهاد هاست. در وزارت محترم دفاع مرکز واحد قمانده وجود دارد که جناب لوی درستیس معاون صاحب ارشد امنیتی، معاون صاحب اپراتیفی، ریاست امنیتی ملی 24 ساعته یا خودشان موجود است یا نماینده با صلاحیتشان موجود است و اینا تصمیم میگیرند. جمهور رئیس امریکا د متحده ایالاتو او د جرمنی د سفیر څخه چې د نوې ودانۍ د ډیزاین او تمویل په برخه کې مرسته کړي د مننې پر مهال ویل افغانستان با جامعه بین المللی یک اتحاد و همکاری محکم دارد که به اساس منافع مشترک و اهداف مشترک ایجاد شده. از ایالات متحده امریکا جناب کمبل خاصن و همچنین از جمهوری فدرال آلمان سفیر کبیر محترمشان از صمیم قلب به نمایندگی اردوی افغانستان و مردم افغانستان ابراز قدردانی میکنیم.